سلام دوستان، این برنامه گفت و شنود ویژه با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، یکی از مجرمین اصلی در قضیه اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی یا به روایتی پتروشیمی گیت است که اوایل شهریور امسال با رأی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده به میزان 6,656,000,000 یورو هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند محکوم شدند. صدور حکم علیه خانم آل آقا با استقبال بسیاری از هموطنان روبرو شده و عده‌ای هم از اینکه بنده ترتیب گفت و شنودی با وی را دادم ابراز ناخرسندی کردند و حتی مرا به دریافت کمک مالی متهم کردند. اما تنها دلیلی که خواستار این مصاحبه با مرجان آل آقا شدم این بود که یک ژورنالیست وظیفه‌اش روشنگری است و تاباندن نور بر زوایای تاریک هر موضوع مطرح. گفتگو با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، متهمی که متواری است، یکی از همان مواردی است که باید زیر ذره‌بین قرار گیرد تا جوانب مختلف قضیه بدون سیاسی کاری مشخص شود. علاوه بر آن، توییت یکی از فعالان در توییتر با نام مستعار شلدون تمایل مرا برای انجام این گفت و شنود دوچندان ساخت. شلدون نوشته این ماجرای مرجان آل آقا به کجا کشید؟ چطوریه که این همه فعال سیاسی و رسانه‌ای با ادعاهای حق طلبی در خارج از کشور داریم و یک نفرشون محض رضای خدا نرفته یقه این آدم رو بگیره تا ببینیم تکلیف اون همه پول چی شد؟ شلدون اضافه می کند دستشون به مقامات دزد جمهوری اسلامی در ایران نمی رسه، به امثال این دزد بیت المال که می رسه. امیدوارم در این گفت و شنود بتونیم با کمک خانم آل آقا دریابیم که چه بر سر اون همه پول اومد. خانم شیخ الاسلامی آل آقا به شما در شهر بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا سلام می کنم. سلام عرض میکنم. ممنونم از شما. خانم آل آقا، تا اونجا که از خودتون شنیدم، بعد از صدور حکم دادگاه چندین شبکه فارسی زبان ماهواره‌ای خواستار مصاحبه با شما شده بودند و حتی عده‌ای شما رو به کلاب هاوس دعوت کرده بودند. ممکنه خودتون بفرمایید چطور دعوت مصاحبه با بنده رو پذیرفتید؟ خواهش میکنم. ببینید، من اولا که سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگانی که الان شاهد صحبت و گفتگوی ما هستن. خب طبیعتا موضوع من یک تیتر بزرگ و جذاب رسانه‌ای بود از ابتدایی که شروع شد. اصلا پرونده پتروشیمی با نام من شناخته شد و از همون ابتدا هم این در واقع فضای رسانه ایجاب میکنه که روزنامه‌نگاران بخوان بدونن و با من مصاحبه کنن. خب طبیعتا اون اوایل من فقط یک بیانیه دادم و یک مصاحبه کوتاه، یک سری وقایع رو، ولی خود من هنوز در شوک بودم چون انتظار چنین پرونده‌ای و انتظار چنین اتهامی و انتظار چنین کمپینی رو واقعا نداشتم. در این مدت بعد از اون مصاحبه به چند دلیل سعی کردم سکوت کنم
و منتظر احکام باشم. یکیش دلیل امنیت من بود و خانوادم. بعد از حکم بله طبیعتا تماسایی با من گرفته شد، اینکه شما رو انتخاب کردم. یکی از دلایلش این بود که به هر حال من خودم سالها حالا به عنوان روزنامه‌نگار حرفه‌ای شناخته شدم، مؤسس یک خبرگزاری خصوصی بودم و به هر حال از روزنامه‌نگاری یک چیزهایی رو میدونم و حداقل در این حوزه مدعی هستم و نمیخواستم که حقیقت فدای جنجال بشه. من اصلا دنبال جنجال و حاشیه سازی واقعا نیستم و نبودم، بلکه واقعیت ها رو میخواستم منعکس بکنم و نمیخواستم یک وقت کوتاه با یک زمینه چینی های محدود در واقع در اختیار من قرار بگیره. این یکی از موضوعات بود و کلن با رسانه هایی که به هر شکلی حاشیه دارن دوست نداشتم مصاحبه بکنم، چون میخوام حرف واقعی به دست در واقع به گوش آدم هایی که و مردمی که میخوان بشنون و دنبال حقیقت هستن برسه و به نظر من این بهترین راه بود. البته بعد از مصاحبه با شما برنامه در کلاب هاست برای من گذاشتن که فکر میکنم یک شنبه آینده باشه و اونجا هم باز سخن خواهم گفت و به هر کسی که از مردم یا هر کسی، هر فردی که فکر میکنه باید چیزهایی رو در مورد پرونده پتروشیمی بدونه، من اونجا حضور خواهم داشت و به این مسیر ادامه میدم. یعنی در واقع من یک اراده تسخیرناپذیری رو دارم در این مورد. بسیار تهدید شدم، تهدید به پرونده سازی های مجدد شدم، منو تهدید کردن با پرونده سازی از جانب سپاه، تهدید جانی شدم و میشم، ولی قاعدتا این مسیر رو ادامه خواهم داد و به عنوان یک ژورنالیست، به عنوان یک کسی که به هر حال در این حوزه دستی داشته و داره، حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که این نوع پرونده ها و فعالیت و حرکت باندهای قدرت و فساد رو در ایران بتونم منعکس بکنم. علاوه بر این که یکی از مباحث شاید خود من باشم به عنوان مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که قربانی تیترهای پرزرق و برق شده، اصل ماجرا واقعیت این گونه پرونده ها و پرونده های مشابه هست. بله. خب شما که بعد از ترک ایران در ترکیه بعد هم در کانادا زندگی کردی، چطور شد به آمریکا رفتید؟ اون هم کشوری که خود شما طی سالها همکاری با سپاه در جهت دور زدن تحریم‌هاش علیه جمهوری اسلامی تلاش می‌کردید خانم آل آقا. متاسفانه این سوال شما چند جاش ایراد داره. اول اینکه من از ایران به ترکیه نرفتم برای زندگی به هیچ وجه. من از ایران مستقیم خارج شدم و به کانادا رفتم. دوم اینکه من به کمک سپاه تحریم دور نزدم، یعنی اون چیزایی بوده که از قبل از پرونده برای من ساخته شده. و اینکه به هر حال من در آمریکای شمالی زندگی میکنم و هر کسی میتونه در برای به هر لحاظی برای زندگیش و جایی که زندگی میکنه تصمیم بگیره. منم مثل هر انسان زنده‌ای تصمیم گرفتم که کجا زندگی بکنم، کجا اقامت بکنم بر اساس فعالیت‌هایی که داشتم و بر اساس علاقه فردی و خانوادگی. در نتیجه به هر حال من کانادا و آمریکا خیلی تفاوتی با هم نمی‌کنن از این نظر، اینکه باب شده که بهشت اختلاسگران یا چه و چه، این کاملا اشتباهه، اینطور نیست. من شاهد اسم نمیارم الان چون به هر حال اگر خودشون میخواستن حتما صحبت میکردن. شاهد هستم که دولت کانادا بسیار بسیار دقیق عمل میکنه در مورد پولهایی که نه فقط از طرف ایرانیان، از طرف همه کشورهای دیگه در واقع وارد کانادا میشه و پیگیری میکنه. کما اینکه چند وقت پیش شاهد در واقع ضبط و گرفتن یک سری دستگیری یک باند خیلی بزرگی در کانادا بودیم که به صرافی‌ها برمیگشت که اتفاقا یک گوشه کوچیکی از اون پرونده پتروشیمی هم مربوط میشد. در نتیجه اینکه من دارم در آمریکای شمالی زندگی میکنم یکی از دلایلی هست که نشون میده من 6 میلیارد یورو که هیچیش ببخشید 6 میلیون یورو یا 60 میلیارد یورو یا 60 میلیون دلار رو هم در واقع منتقل نکردم و همینجا اعلام میکنم که از اونجایی که کاملا این کذبه، اولا که اصلا رقم 6 میلیارد یورو رقم درستی نیست، بعدا توضیح میدم خدمتون،
برای کل این پرونده، چون اصلا رقم این 6 میلیارد یورو اصلا نه رقم اختلاس هست نه حتی رقم اخلال هست. ولی به طور کلی من از زمانی که تا به امروز، از زمانی که کار کردم در هر جایی از دنیا تا به امروز، هر چقدر که مال دارم در و خارج از ایران هست، اختیارش رو میدم به هر کسی به قیمت یک دلار و از همینجا دارم اینو اعلام میکنم. اگر واقعا من دارایی دارم در خارج از ایران که هر چقدر که میارزه، منقول و غیر منقول، نقدی و غیر نقدی، به یک دلار این رو واگذار خواهم کرد. و اگر کسی بتونه این رو ثابت بکنه و بخواد ثابت کنه، چه خودم چه بستگان درجه یکم که از طرف من بخواد مالی به اونها منتقل شده باشه، من کاملا یک زندگی عادی و معمولی داشتم و درآمد من مشخص بوده که از کجاست و از کجا هست. و این یک ماکته که در واقع ساخته شده برای پوشاندن خیلی چیزایی دیگه. بله. خب البته ما پیام‌های زیادی دریافت کردیم برای این برنامه که در پایان باهاتون در میان می‌ذارم از سوی مخاطبین. من وقتی اشاره کردم به حضور شما در ترکیه، یکی از مقالاتی بود که در مورد شما خوندم، نوشته شده بود که در دوره دوم احمدی نژاد از ایران خارج شدید و مدتی را در ترکیه سپری کردید. من به این دلیل ترکیه زندگی، یعنی از ایران نرفتم به ترکیه و ترکیه زندگی کنم. من کار میکردم در ترکیه، ولی اینکه بخوام اونجا برم زندگی کنم نه. بله. خب خانم حلاقا، در ابتدا برای اون دسته از مخاطبین که ممکنه شناخت چندان زیادی از شما نداشته باشن، و البته اسمتون رو در این اواخر خیلی شنیدن در رابطه با این پتروشیمی‌گیت، یه بیوگرافی کوتاه از زندگی حرفه‌ایتون ممکنه بر ما بگید؟ ببینید، قبل از اینکه این رو بگم یه اشاره میکنم به این موضوع که متاسفانه این باب شده به محض اینکه یک نفر اسمش جای مطرح میشه، یک عده آدم به خصوص، یک سیستم به خصوص که یک بخشش هم برمیگره به سیستم امنیتی، چون اونطور که من شنیدم ویکی‌پدیای فارسی ظاهرا در اختیار نیروهای امنیتی هست، شروع میکنن در مورد اون آدم چیزهایی رو در روی اینترنت نوشتن. و در مورد خود من هم این اتفاق افتاده، یعنی همه چی رو نقل کردن بدون اینکه اصلا من خودم میخونم کاملا در موردش فکر میکنم یه آدم دیگه از اسمش به من شبیه. من خب به هر حال در ایران فارغ التحصیل علوم پزشکی هستم و بعد از اون هم علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری رو خوندم و در هر دو حوزه کار کردم. خبرگزاری غیر دولتی میراث فرهنگی رو تأسیس کردم که حدود 150 تا خبرنگار رو اونجا داشتم و کار کردیم با هم دیگه و جز افتخارات من هست که با این دوستان کار کردم که الان هر کدومشون به حال یک جایی برای خودشون روزنامه‌نگار به نامی هستن. و همزمان با اینکه در واقع خبرگزاری رو هم داشتم، چون درگیری خیلی زیادی من داشتم اون موقع با آقای زمان آقای احمدی نژاد، با آقای مشایی و بقایی که اومدن در سازمان میراث فرهنگی وقت مستقر شدن، چون من یک خبرگزاری خصوصی بودم طبیعتاً یک مونیتورینگ خیلی غیر دولتی روی اونها داشتم و با خیلی ها اون موقع درگیر شدم و یک بخشی از این پرونده باز برمیگرده به همون موقع، به خاطر اینکه خبرگزاری میراث فرهنگی یک خاری بود در چشم کسانی که به هر حال ساخت و سازهایی اضافه میکردن، زمین خاری میکردن و ما به هر حال موی دماغ اینها بودیم. از همون موقع پرونده سازی علیه من رسما شروع شد و من عملا اونجا یه مؤسسه فرهنگی رو داشتم که در کنار خبرگزاری کار میکرد و قراردادهای مختلفی داشت. بعد از اینکه آقای احمدی نژاد و آقای مشایی هم اومدن، این خیلی تنگ شد فضا برای ما و من نمیتونستم، من هر جایی رو که من قراری میذاشتم و کاری میخواستم بگیرم لغوش میکردم، میگفتن که چونم با دولت آقای احمدی نژاد نبودم. و شروع کردم کار کردن روی این موضوع که به هر حال باید خبرگزار یه کاری رو برای من دیگه کاری رو باید تعریف کنم برای خبرگزاری برای اینکه بتونم درآمد داشته باشم. اونجا بود که من شرکتی رو تأسیس کردم و شروع کردم روی دو سه تا در واقع قلمی که تقریبا در ارتباط بود با موضوع خود رسانه کار کردم و مؤسسه فرهنگی رو گسترش دادم، شرکت تجاری رو گسترش دادم
و سعی کردم که شبکه تلویزیونی برای خود خبرگزاری میراث فرهنگی بزنم. شروع رفتن من به ترکیه اصلا از اینجا شروع شد که خب موفق نشدم، چون خب خیلی حجم مبلغ خیلی زیادی پول میخواستم، من این پول رو نداشتم. سعی کردم اسپانسر بگیرم، چند جا موفق شدم ولی به طور کامل نتونستم. و این فعالیت تجاری من در واقع گسترش پیدا کرد، هم در ایران هم در ترکیه و بعد هم که آمریکا شمالی. بله، خب حالا چطور از شغل روزنامه نگاری و مدیریت خبرگزاری میراث فرهنگی به مدیریت این شرکت، میکنم شرکت دنیز، تغییر شغل دادید خانم آلاها؟ خدمت من تغییر شغل ندادم. من اول یک شرکتی رو در ایران تأسیس کردم و قبل از تحریم بود، قبل از اصلا این بود که من اصلا شرکت بازرگانی پتروشیمی بخواد خصوصی بشه، آقای اسمه های حمزه رو بره اونجا مدیر عاملش بشه، و کارم رو در ایران شروع کردم. و مثل هر آدم دیگه‌ای که میتونه تصمیم بگیره، که از من میپرسن که خب حتما رانت داشتی، حتما نه، مگه هر آدمی بخواد کار بکنه رانت داره؟ من به هر حال سابقه ای دارم و روی همون سابقه شروع به کار کردم. در ایران هم من شرکت تجاری رو اول تأسیس کردم و بعد از اون چرا ترکیه رفتم، به خاطر اینه که خب من در واقع ماشین‌آلات چاپ رو میخواستم نمایندگی بگیرم، کاغذ میخواستم وارد کنم، مرکب چاپ میخواستم وارد کنم و اینها. خیلی ها دبی میرفتن شرکت میزدن، من از دبی خیلی خوشم نمیومد و ترکیه رفتم شرکت رو ایجاد کردم و شروع کردم به کار کردن. یعنی کار غیر معمول و غیر عرفی انجام ندادم، خبرگزاری رو داشتم و این در واقع شرکت تجاری هم کنارش تأسیس کردم. بله، خب بعد از صدور حکم دادگاه شما در تاریخ 8 سپتامبر 2021 توییتی زده بودید مبنی بر این که من مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در گیومه نوشته بودید ادعا می کنم که ریالی از محل خلاف یا بیت المال رشوه یا وام بانکی برداشت نکردم، اگر در رد این ادعا سند متقنی وجود دارد لطفاً ارائه کنید. با این همه از شما به عنوان اولین زن اختلاسگر ایران یاد میشه که با 100 هزار میلیارد رکورد بابک زنجانی رو زدید. البته خودتون پیوسته گفتید که رقم 6 میلیارد از کجا اومده و چطور اسم منه که تیتر شده با این همه جنجال. حالا سوالی نخوان مال آقا که مگر دادستان اسناد و مدارک لازم رو برای مجرم شناختن شما ارائه نداده؟ اگر اشتباه نکنم 72,000 برگ سند در 296 جلد تهیه شده بود در دادگاه، و مگر آقای حمزلو که بهشون اشاره کردید، رضا حمزلو مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی که شما شریکش بودید، متهم نبوده که 660 میلیون یورو ارز منتقل شده از خارج رو به حساب شرکت شما موسوم به دنیز ترکیه واریز و بخشی از اون رو به شرکت‌های خودش منتقل کرده؟ آیا اینها شواهد متقن نیستن از نظر شما؟ ببینید، اولا اینکه قبل از اینکه من این سوال رو جواب بدم خدمتتون، ببینید موضوع اصلی اشتباهیه که به خورد رسانه ها و مردم دادن و رسما مردم رو فریب دادن. یعنی این رقم 6 میلیارد یورو رو انقدر بزرگ کردن، یک چیز واهی. من همینجا تقاضا میکنم از تمام کسانی که کارشناس بانکی هستند، کارشناسانی که تبحر دارن، یک بار این پرونده رو مرور کنن و ببینن که آیا واقعا این رقم 6 میلیارد یورو اصلا وجود داره که اختلاس بشه؟ این 6 میلیارد یورو در دسترس من کجا بوده؟ کجا در دسترس من بوده این 6 میلیارد یورو؟ و جایی که تمام متهمین اون پرونده، از کسایی که متهم واقعی بودن تا کسانی که فقط سیاهی لشکر بودن، درخواست کردن که این کارشناسی انجام بشه ولی نشد. چرا نشد؟ به خاطر اینکه اولا رقم 6 میلیارد یورو یک اشتباه حسابداریه. بعدن گفتن که این کل گردش مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و دادستان اومد اعلام کرد که این رسمیه، هست، وجود داره، من سندش رو دارم، توی اخبار هم وجود داره،
اعلام کرد دادستان وقت، آقای جعفری دولت آبادی بود فکر میکنم، که اصلا این پرونده پتروشیمی پرونده اختلاس نیست، پرونده اخلاله و حتی پرونده اخلال هم نیست، به خاطر اینی که اصلا 6 میلیارد یورو کجا بوده آقای فرهودی، کجا در دسترس من شیخ الاسلامی یا متهمین دیگه بوده که من اختلاس کنم از روش؟ یعنی این اولین سواله، 6 میلیارد یورو کجاست؟ کو؟ این 6 میلیارد یورو یعنی چی؟ این 6 میلیارد یورو یک فریب بزرگ افکار عمومی بوده که یک سری دانسته و یک سری نادانسته این رو توی بوق و گرما کردن. خب پس اگه 6 میلیارد یورو نبوده چقدر بوده از نظر شما؟ ببینید بحث این که از نظر من چقدر بوده نیست، اجازه بدید پله به پله بریم جلو. 6 میلیارد یورو پس وجود نداره. کو 6 میلیارد یورویی که دزدیده شده؟ 6 میلیارد یورویی که دزدیده شده دست کیه؟ اگه دست مرجان شیخ الاسلامیه، به فرض اینکه 6 میلیارد یورو وجود داشته و مرجان شیخ الاسلامی این رو دزدیده، پس اون 15 نفر دیگه چیکار کردن؟ من نفر ششم پرونده بودم، البته اول میگفتن 12 هم، بعد یکی یکی اومد بالا، من نفر ششم پرونده بودم. اون 6 نفر دیگه که اول پرونده بودن چه کردن؟ مگه نمیگن من دزد 6 میلیارد یورویی هستم؟ مگه این توی رسانه ها منعکس نشده که این مبلغ رو من برداشتم پس در دسترس من بوده؟ کجا این 6 میلیارد یورو در دسترس من بوده؟ این پرونده 10 سال پیش قرار بوده که تشکیل بشه، سال 90 و 91. توی این 10 سال چه اتفاقی برای این پرونده افتاده؟ چرا یک دفعه الان اومده بیرون؟ چرا یک دفعه مرجان شیخ الاسلامی بهش اضافه شده؟ ببینید اینا چیزایی هست که من باید جواب بدم و هم شما هم تمام روزنامه نگارایی که فقط وارد گاسیپ شدن، فقط وارد بحث‌های حاشیه و شایعه شدن، اگه واقعا میخوان بفهمن و بدونن باید دنبالش برن. 6 میلیارد یورو کجاست؟ منم این سوالو دارم. از کجا اومده؟ چرا 7 میلیارد یورو نیست؟ چرا 5 میلیارد یورو نیست؟ اصلا چرا یوروه؟ مگر تمام گردش مالی بازرگانی پتروشیمی یوروه؟ مگر غیر از اینه که محصولات پتروشیمی که فروخته میشه هم به یوروه هم به دلاره و هم بخشش به ریاله؟ پس این 6 میلیارد یورو وجود خارجی نداره آقای فرهودی. این 6 میلیارد یورو یک دروغ بزرگه که 2.5 سال سر مردم باهاش گرم کردن، در کنار دروغ دیگه‌ای به اسم مرجان شیخ الاسلام. و اینکه آقای حمزه، راجب آقای حمزه لو گفتید، آقای حمزه لو یکی از اشتباهات بزرگ زندگی منه، به خاطر اینکه ایشون رو وقتی که ایشون یک شرکت خصوصی مهندسی داشت، موقعی که با من در خبرگزاری بودم و دچار مشکل شده بودم و از طریق یکی از بستگانشون من معرفی شدم، مثلا چون نمیشناختم، و در واقع اومد و به من کمک کرد برای اینکه من بتونم خبرگزاری رو پا نگه دارم. نه بازرگانی پتروشیمی اون موقع بود، نه یک دو تا شرکت خصوصی بودیم، ایشون خصوصی بود منم خصوصی بودم. بعد از مدتی شرکتی به اسم شرکت سرمایه گذاری ایران تأسیس شد که از ایشون دعوت شد بره در هیئت مدیره اونجا و بعد ایشون به عنوان مدیر عامل انتخاب شد. چرا من نمیدونم، بعد از خودشون بپرسین. خود من سوال داشتم اونجا و اونجا زمانی بود که من اولین اشتباه رو کردم. من به ایشون گفتم اونجا نرید، اگر خواستید برید چک. چرا؟ چون آقای تیم آقای خاموشی و آدمایی که من هیچ کدومشون نمیشناسم به هر حال توی اون سیستم کار میکردن با هم اونجا رو اداره میکردن، آقای خاموشی رئیس هیئت مدیره اونجا بود، من اونجا بعد میایستادم و با ایشون قطع ارتباط میکردم، ولی این کارو نکردم و ادامه دادم. یعنی ایشون گفت نه مشکلی نداره، من که به شما کاری ندارم، من اونجا دارم مدیریت خودمو میکنم. شرکت سرمایه گذاری ایران بعد از یک مدتی اومد 50% خصوصی سازی 50% سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی رو خرید. اونجا حداقل من باز باید متوقف میکردم. یعنی این جزء اشتباهات بعد از اشتباه، یک اشتباه من قبلش کردم در حوزه سیاست که میگم خدمتتون، و این اشتباه دوم من بود. آقای حمزلو هم دزد نیست. آقای حمزلو مدیر ناآگاهیه که هول شده و دروغ گفته. آقای حمزلو رو در بازجویی هایی که سپاه برده و در انفرادی که نگه داشته و نزدیک 7-8 ماه شون زندانی بوده، 10 سال 9 سال پیش فکر میکنم، من همون موقع اصلا ایران نبودم، من اون موقع
ایشون گفته که ازش پرسید، هر چی پرسیدن گفته که من نمیدونم، خانم شیخ الاسلامی میدونه. خانم شیخ الاسلامی مگه من مدیر عامل بازرگانی پتروشیمی بودم آقای فرودی؟ من هرگز در زندگیم حتی یک روز پست دولتی نداشتم، نه در پتروشیمی نه در هیچ جای دیگه. دو تا این رو من اعلام کردم قبلا، در بیانیه‌ام آوردم، گفتم نه در دولت آقای خاتمی، نه در دولت آقای احمدی نژاد، نه من با هیچ سمت دولتی من نداشتم هرگز و هیچ کار دولتی نکردم. من اصلا روحیه‌ام یه جوری بود که اگر دو روز اجازه می‌خواستن استخدامم کنن استعفا میدادم، چه برسه به اینکه بخوام با دولت کار بکنم. من هرگز با دولت کار نکردم. به عنوان یک پست دولتی در پتروشیمی هرگز، من اصلا پتروشیمی پامو نذاشتم، بازرگانی پتروشیمی. میدونم این خیلی عجیبه، همه میگن ای پس چرا شما الان، من میدونم، یعنی کاملا میتونم، چون این دو ساله که با این حرفها، با این ناسزاها، با این قضاوتها زندگی کردم، منو نابود کردن با این داستان. ولی من واقعا هیچ پست دولتی نداشتم. هر کسی که فکر میکنه من پست دولتی داشتم که نمیشه قایمش کرد. خانم علاقا، این 660 میلیون یورو چیه؟ تکلیف این چی میشه که ایشون متهم این 660 میلیون یورو ارز و که منتقل شده از خارج به حساب شرکت شما در ترکیه باریست؟ یکی از اتهامات آقای حمزلو این هست. شما میتونین بفرمایید که این 660 میلیون یورو آیا واریز شده به شرکت دنیز یا نه؟ اولا که خود جرمی که اتهامی که شده وارد شده این نبوده که 660 میلیون یورو وارد شرکت دنیز شده. اتهامی که به متهم وارد شده به عنوان اخلال این بوده که ارزهایی وارد شرکت‌های اینها شده که منتسب به پتروشیمی، بازرگانی پتروشیمی بوده و اینها با بازرگانی پتروشیمی تسویه نکردن. چرا تسویه نکردن؟ چون گفته شده که نرخ ارز داخلی و خارجی در اون موقع اختلاف داشته و این اختلاف ارز نرخ داخل و خارج رو اینها واریز نکردن، نه اینکه اون پولو بردن. و این دست جمعی تمام کسانی که تو اون پرونده بودن رو درگیر این موضوع کردن، در صورتی که اصلا به طور مشخص تا سال، تا تاریخ 30/6/90 اصلا ما اختلاف ارز داخل و خارج نداشتیم. این از تمام بانک ها استعلام شده. ببینید این یکی از مستنداتیه که به اون ارجاع میشه، ولی مستندیه که وجود نداره. قاضی پرونده اعلام میکنه که این نرخ، اختلاف نرخ ارز داخل و خارج باعث اخلال شده. کی؟ قبل از سال 90. اصلا تا قبل از سال 90 بر اساس استعلام های بانکی اختلاف نرخ ارز وجود نداشته. پس این اتهام کلن مردوده به محض حالا من سوال دوم شما رو هم جواب میدم. به فرض این که اصلا این پول وارد شرکت شده باشه که به اسم پتروشیمی این پول اصلا وارد شرکت ما نشده، تسویه شده با پتروشیمی و پتروشیمی اون موقع بین نرخ ارز داخل و خارج تفاوتی وجود نداشته که اصلا این اتهام بخواد به آقای حمزلو یا شرکت دنیز یا کسای دیگه که این کارو کردن بچسبه. اما موضوع کجاست؟ موضوع دو تا مسئله بزرگه. اول اینکه شما چیزی که از من سوال نکردید، اینکه اصلا چرا این پرونده تشکیل شد. دوم اینکه در این پرونده متهمانی وجود دارن که یه تعدادشون در جلسه دوم سوم دادگاه فراری داده شدن، از کشور رفتن بیرون، یه تعدادشون هم که در داخل هستن اتهام‌های دیگری داشتن، نه فقط این اتهام. و این پرونده مثل یک آش شعله قلمکاره که اتهامات مشترکشون رو فقط اعلام کردن. یعنی یک اتهام مطرح شده مشترک بین همه که نرخ ارز داخل و خارج رعایت نشده و همه رو با یک خطکش گذاشتن و زدن همه اینها. پس 20 سال آخه من که یک بخش خصوصی بودم، اتهامی که بهم زدن اصلا منشأ نداره. یعنی به فرض این که منشأش این اختلاف نرخ ارز باشه، به فرض این که این پول وارد شرکت من شده باشه، من خلافی اصلا نکردم، به خاطر این که اصلا اختلاف نرخ ارز وجود نداشته. 20 به هرگز پست دولتی نداشتم. 20 سال حکم گرفتم.
آقای حمزلو که مدیر عامل بازرگانی پتروشیمی بوده، تصمیم گیرنده بوده، صاحب منصب بوده، پست داشته، 20 سال گرفته. آقای صمیمی که مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران بوده، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی هم بوده، 20 سال حکم گرفته. آقای محسن احمدیان که وابسته مستقیم یکی از سیستم‌های امنیتی و این از هرومن الشمس و همه این رو میدونن و 9 سال پیش به عنوان سلطان پتروشیمی بازداشت شده، مدت‌ها در انفرادی بوده، مدت‌ها در زندان بوده، 20 سال مدیر فروش بین‌الملل محصولات پتروشیمی در بازرگانی پتروشیمی بوده و در این مدت از سال 70 تا سال 90 تا زمانی که بازداشت شده آقایون خیلی خوب میدونن که چه کرده، هم 20 سال گرفته. ببینید این داستان، داستان این که من بیگناهم یا من گناهکارم نیست، داستان یک جوکه تلخه که فقط مردم باش گول زدن. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقات دیگه‌ای پشتشه، به خاطر اینکه انتخابات 1400 در پیش رو بوده، به خاطر اینکه قوه قضاییه. چی شد الان چرا ما هیچ پرونده فسادی نداریم؟ یعنی ما 2 ساله هیچ پرونده فساد مطرحی نداریم؟ دادگاه آقای طبری تشکیل شد با 18 متهم، همه رو چیدن جلوی تلویزیون. از این متهمین شما که یک ژورنالیست هستید و اون عزیزانی که و اون دوستانی که و اون کسانی که میان میگن که مرجان شیخ الاسلامی 6 میلیارد یورو دزدی کرده، اصلا میدونن پرونده آقای طبری چی بوده؟ میدونن حکم 18 نفر پرونده آقای طبری چی شده؟ میدونن از اون 18 نفر تمام احکامشون شکسته شده، فقط 3 نفرن که حکم گرفتن؟ ببینید اینا چیزهاییه که باید گفته بشه. و حالا در این مورد کمی بیشتر صحبت میکنیم خانم والاقا، ولی بسیاری معتقدن که اگر شما جسارتاً ریگی به کفشتون نبود و فعالیت شرکتاتون در ایران و ترکیه کاملا قانونی بود، ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قبل تحریم ها نداشت، باید به ایران برمیگشتید، تو دادگاه از خودتون به عنوان متهم ردیف دوم به خاطر واریز کردن مبلغ 8,710,384 دلار به حساب شرکت های خودتون به بهانه تحریم دفاع میکردید. پاسختون چیه؟ آقای فرهودی، من دارم در آمریکای جمهوری زندگی میکنم، تصمیم گرفتم اینجا زندگی کنم زمانی که هیچ پرونده‌ای وجود نداشته. 1-2 شما الان دارید میگید 7 میلیون و فلان، و بعد این 7 میلیون چرا یه دفعه میشه 6 میلیارد یورو؟ اون کسانی که این سوالو میپرسن اینو به ما چجوری جواب میدن؟ مگه نمیگن من 6 میلیارد یورو اختلاس کردم؟ مگه تیتر نمیزنن بزرگترین اختلاس، زن اختلاسگر تاریخ؟ بعد چطور یه دفعه میشه 7 میلیون دلار؟ چرا یه دفعه از 6 مگه من 6 میلیارد یورو متهم نبودم در رسانه ها؟ مگه اتهام من، آیا کسی از خودش، همون روزنامه نگاران عزیز و رسانه هایی که هستن، خود شما که اومدید به من میگید متهمید به 6 میلیارد یورو اختلاس، چطور اینو از خودتون نپرسیدید که پس چطور یه دفعه شد 7 میلیون دلار؟ پس چرا یه دفعه مرجان شیخ الاسلامی با 6 میلیارد دلار پر 6 میلیارد یورو پرواز کرد؟ خب من همین سوالو ازتون کردم، گفتم خودتون بفهمین رقمش چقده. بله، و مسئله مهمتر این که کدوم دادگاه آقای فرهودی، کدوم دادگاه؟ دادگاه انقلاب؟ دادگاه انقلابی که قاضیش توی پرونده در همین 900 صفحه حکمی که برای مجرمین صادر شده در مورد پرونده پتروشیمی تأکید کرده، تصریح کرده، سند من رو منتشر خواهم کرد، به شما هم خواهم داد، اسم آورده از 10 مدیر ارشد وزارت، یکی از سیستم های امنیتی که پاسخگو نیستن و سرمنشأ تمام مسائلی هستن که در این پرونده مطرح شده، و یک قاضی دادگاه نتونسته از اینها سوال بکنه و اونها پاسخگو نبودن. بعد من بلنشم برم در چنین دادگاهی که نه حق تجدید نظر به من میدن، نه حق گرفتن وکیل به من میدن، از چه چیزی دفاع کنم؟ دادگاهی که 6 میلیارد یورو رو تمام رسانه ها تیز کردن، یک بار بهش اعتراض نکرد. دادستان اون قوه قضاییه اومد گفت این پرونده اخلال نیست.
اختلاس نیست، اخلاله. 6 میلیارد یورو اختلاس نشده، ولی تمام رسانه های داخل، حالا خارج رو میگیم اصلا کاری نداریم، یک صدا گفتن که مرجان شیخ الاسلامی اختلاسگر 6 میلیارد یورویی. یک نفر به اینا، سخنگوی قوه قضاییه، یک بار اعتراض نکرد به اینا که چرا همچین تیتری میزنین، چرا، چی شده؟ خب خانم آلاغا، الان با این حکم محکومیتی که براتون صادر شده میخواین چی کار کنین؟ تقاضای تجدید نظر میخواین بدین یا اینکه نگران هستید که سپاه مثلا خواستار بازداشتتون با کمک اینترپل بشه؟ ببینید، اولا که اینترپل و سیستم های قضایی غیر از ایران سیستم های بیس در واقع مبتنی بر مستندات، در نتیجه من نه تنهایش نگرانی بابت این موضوع ندارم که منتظرم. ببینید، به هر حال این روزها خواهد گذشت، همه ما میدونیم، و زمانی که دادگاه صالحی در ایران تشکیل بشه، نه دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی، قطعا من شرکت خواهم کرد در اون دادگاه و اون موقع اعتماد خواهم کرد به بررسی اسناد و هر حکمی که داده بشه. ولی در حال حاضر نه از تهدید میترسم. کسی که این چیزیه که من همیشه بهش تاکید کردم و همیشه هم به اون استناد میکنم، سیستم یا فردی که از چیزی مطمئنه تهدید نمیکنه. آقای فرمی، من چرا باید تهدید به مرگ بشم؟ چرا باید مدام برای من پیغام های مختلف فرستاده بشه که حرف بزنی میکشیمت؟ چرا باید دائم بگن خفه شو؟ چرا به خانم شیخ الاسلامی تریبون میدید در همون رسانه پلتفرم توییتر؟ چرا میخواد حرف بزنه؟ چقدر به شما نوشتن که ای خانم شیخ الاسلامی رو بیارید حرف بزنه، فردا ایکس و ایگرگ هم بیارید حرف بزنه؟ چرا شنیدن حرف ها اینقدر بده، اینقدر خطرناکه، اینقدر ترسناکه و مردم رو مشمئز میکنن از شنیدن صدای هر کسی، چه متهم چه مجرم؟ و بعد اینکه نه، من واهمه ای از حکم ندارم، واهمه ای از اینی که دادگاه انقلاب، دادگاه اقتصادی منو به 20 سال حکم محکوم کرده ندارم، به خاطر اینکه خب حداقل خود من و تمام اون کسانی که در اون پرونده هستن و کسانی که در پرونده های مشابه بودن میدونن که این احکام احکام واقعی نیست، کما اینکه این دادگاه همون دادگاهی هستن که احکام سیاسی رو هم، دادگاه انقلاب احکام سیاسی رو هم میده. و منتها به هر حال خیلی خیلی هوشمندانه در این مورد عمل میشه. چون چرا؟ چون اگر شما بخواید با یک مجرم سیاسی که جمهوری اسلامی و این دادگاه ها متهمش کرده و مجرم شناختش صحبت کنه، به شما امتیاز میدن. اما وقتی که میاد با یک متهم اقتصادی صحبت میکنید، نه. چرا؟ چون شما متهم میشید به اینکه پول گرفتید، شما متهم میشید به اینی که همدست بودید. کسانی که مبارزه میکنن به خاطر مجرمین یا متهمینه که به ناحق متهم شدن در سیستم قضایی ایران، خودشون رو عقب میکشن از یک متهم اقتصادی و حتی اجازه نمیدن، حتی نمیخوان بشنون، چون نقطه ضعف مردم ایران الان اقتصاد هست. مردم تحت فشار اقتصادی هستند. 6 میلیارد یورو خیلی رقم بزرگیه. 600 میلیارد میلیون دلار هم خیلی رقم بزرگیه. 6 میلیون دلار هم رقم بزرگیه. و اینها رقمایی نیست که در حساب مرجان شیخ الاسلامی آمده باشه و من بهش دسترسی داشته باشم برای اینکه بتونم. خانم آلاغا، حالا برای بار سوم میپرسم، چه رقمی رو شما قبول میکنید که وارد حسابتون شد؟ ببخشید آقای، من باید اول شما اتهام رو ثابت بکنید. من دارم میگم مثلا این پرونده مستندی براش وجود نداره شکل گرفتنش. پرونده دادگاه پتروشیمی پرونده دعوای دو سیستم امنیتی در ایرانه. بازرگانی پتروشیمی در دسترس وزارت اطلاعات بوده و بعد از اون در دسترس سیستم امنیتی دیگری قرار گرفته. دعوای دو سیستم امنیتیه. دعوای این نیست که مرجان شیخ الاسلامی 7 میلیون دلار برده یا 70 میلیون دلار. دادگاه پتروشیمی دادگاه غیر مستنده، کما اینکه در دادگاه آقای طبری و دادگاه سلطان سکه هم شما اینو میبینید.
اون آقایی که اومدن مفسد فل ارض شناخته شدن، آقای ایروانی بود نمیدونم یه همچین اسم داشتن، کجا هن الان؟ احکامی که داده میشه، احکام رو میدن بعد میرن دونه دونه احکام رو میشکنن. خب اول باید ثابت بشه که جرمی اتفاق افتاده، سندی ارائه شده باشه بر اساس اون. شما خودتون یه روزنامه نگاهید، به هر حال مردم میفهمن، مردم باهوشن. آخه چطور ممکنه من مردم خراسانی که هیچ وقت پست دولتی نداشتم، نزدیک 12-13 سالم هست که اصلا ایران نیستم، یک دفعه یک حکم بر من بیاد 20 سال حبس؟ نفر اول بازرگانی پتروشیمی که پست دولتی داشته، تصمیم گیر بوده، تمام قراردادهای دولتی رو امضا کرده، حضور داشته در هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره اون شرکت هم با من همین حکم رو بگیرن. خب از نظر شما مستندی نباید وجود داشته باشه؟ در نتیجه معلومه، حالا من این رو میدونم که بعد از این مصاحبه میگن که وای چه روی دم داره، همه چی رو انکار میکنه، میگه خب نبوده. خب من برای چی بگم الان که راز، من باید بگم که بوده مثلا از این 7 میلیون دلار خب 1 میلیونش بوده، یا مثلا از این 6 میلیارد دلار 6 میلیارد یورو نبوده ولی حالا 7 میلیون یورو بوده؟ خب نبوده. من الان چی باید بگم که این دروغ بزرگی که توی اذهان عمومی کردن رو پاک بکنه؟ پس شما میفرمایید که حتی یک پنی هم پول غیرقانونی وارد حساب شما نشد؟ من هیچ پولی به شما روز همون دقیقه اول گفتم، گفتم از گذشته من تا به امروز هر پولی که از ایران من آوردم بیرون غیر قانونی، یا هر پول منقول، هر در واقع سرمایه منقول یا غیر منقولی که من دارم رو به یک دلار هر کی میخواد بیاد برداره ببره خارج از ایران. ببینید این یه چیزیه که شفافه. من به من میگن تو چرا خونه خریدی؟ مگه من گدای توی خیابون بودم؟ من سالها کار کردم، زحمت کشیدم. اون روزایی که من 18 ساعت کار میکردم، آقای فرهودی، خیلی از همردیفای من، خیلی از همکلاسای من کار معمولی خودشون رو میکردن که محترمه. من باید بابت این اشتباه من بوده که سعی کردم که پیشرفت کنم، سعی کردم که کار کنم، سعی کردم که درآمد داشته باشم. یعنی من بعد از 25 سال 20 سال کار کردن نباید یه خونه میتونستم بخرم، خونه ای که هر آن کسی که در آمریکای شمالی زندگی کنه میدونه 75% مال بانکه، من فقط 20% میتونم دیپوزیت بزنم و بقیه شو وام بانکی بگیرم و خونه رو به محض اینکه سه برجش رو پرداخت نکنم مال بانک میشه میبره. و این اتفاق برای من افتاده الان، همون خونه ای که میگردونن در اینترنت همین اتفاق براش افتاده و رقم زیادی رو اصلا من بابتش ندادم. همون خونه ای که حدود 1 میلیون خورده ای بوده و ماهی 7000 دلار هم مورگیجشه؟ نه ماهی 7000 دلار چقدر بوده مورگیجش خانم؟ حالا 3 خورده‌ای بود یا 4، الان من دقیقا یادم نیست، ولی نتونستم اونو پرداخت کنم. من بانک اون خونه رو فورکلوز کرد، بانک اون خونه رو برداشت و من نتونستم پولش رو پرداخت کنم. و البته بعد از اتفاقی که به من افتاد سر پتروشیمی، کلن زندگی من نابود شد، ولی فقط زندگی منه که نابود شده، تمام کسانی که تو اون پرونده هستن از داخل زندان دارن بیزنس هاشونو میکنن و هیچ اتفاقی هم براشون نیفتاده، چون مردم شیخ خراسانی نبودن. من یه زندگی عادی نرمال داشتم میکردم آقای فرهودی، یک درآمد معمول و نرمال، چیزی بیشتر از اون نداشتم واقعا هیچ وقت. بله خانم آقا، من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، من بیش از 30 سال سابقه خدمت دولتی دارم و من اون یه همچون خونه ای که شما خریدید در جورجتاون من نمیتونم بخرم. شما سابقه دولتی دارید آقای؟ بله کار دولتی. نه من کار دولتی هرگز نکردم. شما حتما کاری رو که من انجام دادم و انجام ندادید و حتما پروسه‌ای رو که من گذارم، هر آدمی خیلی فرق میکنه آقای فرهودی. شما آیا کسانی که خونه خریدن در اولا که همچنان خونه ای نبوده، خونه کاملا معمولیه، خونه ای که من داشتم و پروسه گفتم خدمتتون که بحثای خصوصی و شخصی خودم رو من نمیخوام عیان بکنم، ولی این دلیل قانع کننده و قشنگی نیست که شما گفتید. اگر اینطور باشه پس هر کسی که از شما
سن کمتری داشته باشه و کار متفاوتی کرده باشه نباید خونه بخره، در صورتی که در دنیا این اتفاق میفته، هم خونه میخرن، یکی هر کسی از یک جایی پولش رو میاره و به هر حال خونه میخره. پولش رو میاره نه اینه که کار خلاف بکنه، یا کار میکنه یا وام میگیره یا به هر حال یه کاری میکنه، حتما نباید کار خلاف باشه. درست. و من قبلش هم توی خیابون زندگی نمیکردم، به هر حال من داشتم کار میکردم، زندگی میکردم. بله. آدم اونجوری که میگن بگید چرا هیچ نمیدونم گذشته از شما در اینترنت نیست، خب از گذشته از کسانی در اینترنت هست که یک کاری رو انجام دادن که پابلیک بوده. خب من به عنوان مدیر عامل خبرگزاری رسانه‌ای همیشه اسمم پابلیک بوده، یعنی اون چیز خیلی عجب غریبی نیست. بله. خب خانم آلاقا، یه سری یادداشت در مورد شما خوندم در یک از این سایت ها که بی مناسبت نیست در اینجا بخشی از اون رو بازگو کنم، بعد نظر خودتون رو جویا بشم. میگوید که روابط مرجان آلاقا بسیار پیچیده و کلافی سردرگم است، گاهی اصلاح طلب، گاهی اصولگرا و گاهی هم خود را غیر سیاسی میخونه. خودتون بفرمایید فازتون چیه؟ از این فازم معلومه آقای فرودی. ببینید من گفتم خدمت شما که اون اشتباهی که در مورد آقای حمزه رو من کردم اشتباه دومم بود. اشتباه اول من این بود که خب جوان‌تر بودم و در ایران زندگی میکردم و فکر میکردم که به هر حال سیستم اصلاح پذیره و مثل هر خیلی از کسایی که الان مخالف حتی خود نظام جمهوری اسلامی هم هستن یه روزی با آقای خاتمی رأی دادن و من هم در دور اول آقای خاتمی همین اتفاق برام افتاد. مملکت هم بود و فکر میکردم که به هر حال باید براش تلاش بکنم و این کار کردم. و این که میگن نمیدونم عضو جبهه مشارکت، نه من هیچ وقت عضو جبهه مشارکت نبودم و ولی به عنوان یک ایرانی اصلاح طلب بودم. به آقای خاتمی هم دور اول رأی دادم، البته دور دوم نه ولی دور اول رأی دادم و تلاشم خیلی کردم و در همون سیستمم کاندیدای مجلس همون دور اولی که بعد از آقای خاتمی در باشه گرفت شدم که بعدم انصراف دادم سریع و از اون به بعد هم از اصلاح طلب ها و تفکر اصلاح طلبی کامل فاصله گرفتم و الانم میگم یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی سیاسی مو کردم. در مورد این موضوع بله من چیزی که وجود داره و واقعیت داره منکر نمیشم. الان هم به شدت معترضم به اون سیستم و هرگز هم دل به اصلاح طلب ها ندادم و نخواهم داد بعد از اون دوره. در این که میگن من اصولگرا هستم، من هرگز با اون طیف نبودم، اینو هزاران بار هم گفتم. هم از مجلس هشتم چی انتخابات مجلس هم؟ ببینید من اون رو فقط شرکت کردم، علتش هم گفتم به خاطری که من هم تو ایران زندگی میکردم اون موقع و برای من پرونده‌های خیلی زیادی درست کرده بودن همون سیستم آقای احمدی نژاد. من شرکت کردم ببینم که کدوم از این پرونده‌های من میاد بالا توی تایید و بعدم انصراف دادم. این که میگن که چرا شورای نگهبان، این که شما رو دو بار شورای نگهبان تایید کرده یعنی این که شما نمیدونم با نظام جمهوری اسلامی همکاری میکردی. اولا که من داشتم تو مملکت زندگی میکردم مثل هر آدم دیگه، شما همون زمانی که ایران زندگی میکردید، حالا من نمیدونم شما که اومده بیرون یا هر آدم دیگه، آقای پیر مؤذنی که پزشک هستن و بسیار در آمریکا دارن کمک میکنن به ایرانیان و لابی های مختلفی دارن، ایشون نماینده مجلس بوده. یعنی این خب به هر حال شورای نگهبان تاییدشون کرده بوده دیگه. شورای نگهبان خیلی حالا آدم های عادی رو تایید میکنه مگر اینکه شما یه مشکلی داشته باشید. آقای یک آدم معمولی که من که خب نه سوء سابقه ای داشتم در ایران و نه اینکه با سیستمی بودم که بخواد شورای نگهبان رد کنه، خب طبیعتا منو تایید میکنه. تایید کردن شورای نگهبان تایید یک آدم معمولی خیلی نشونه از این نداره که این آدم داره با سپاه یا داره کار میکنه یا دستش به حکومت وصله یا با حکومتیاست. نه، خیلی ها کاندید مجلس میشن، خیلی ها میخوان برن در مجلس. ضمن اینکه بار دوم که اصلا من قصدم این نبود، بار اول هم یه داستانی داشتیم، ما میگفتیم اصلاحات هزینه داره، باید هزینهشو داد. من باورم شده بود این موضوع، خیلی جوان بودم اون موقع، فکر میکردم که این واقعیه ولی واقعی نبود و الان اعتقادم بر اینه که متاسفانه کاری که اصلاحات و اصلاح طلب‌ها با ایران کردن بسیار بسیار
بدتر از کاری بود که یعنی همون بحث یعنی فرقی نمی کرد. یعنی همه رو من الان دیگه یکی می بینم، خیلی فرقی نمی کنه برام. اون موقع خب نمی دونستم، یعنی فکر می کردم که واقعا این یه راهیه برای اینکه مملکت من بهتر بشه، فردایی بهتری داشته باشه، ولی خب اشتباه می کردم. اما اینکه چرا شورای نگهبان تو رو انتخاب، چرا تاییدت کرده، پس حالا که تایید کرده، اون موقع با الان فرق می کرد. اون دوره شورای نگهبان کسایی رو رفت در واقع تایید نمی کرد که مسائلی داشتن و من مسئله ای نداشتم، که در این نداشت که من اگر تایید شدم حتما بخوام به جایی وصل باشم. خیلی از آدم های عادی. خب در همین سایت خانم آلاغا اشاراتی هم به ارتباطات شما در حوزه رسانه شده و از جمله به نام مسیح علی نژاد اشاره شده و اینکه هر دوی شما به ارتباط با هم اذعان داشتید. ممکنه خودتون در این مورد بیشتر توضیح بدید. آیا هیچ به چهره های رسانه خارج از کشور کمک کردید، کمک میکنید و خودتون تو کار براندازی هستید یا نه؟ ببینید اینکه من به هر حال رسانه خودم بدارم راه میدازم و کار خودم رو دارم میکنم، کارم به کار کسی ندارم. با هیچ رسانه در خارج از کشور نه من کمک کردم، نه کاری به کار کسی داشتم، نه کسی از من کمک خواسته. یعنی این یک چیزی که اول بعدی که کمک بخواد کدام کمک بکنه، نه در اون سطحی پول داشتم که بخوام به کسی کمک کنم، نه کسی از من کمک خواسته و نه من کمکی کردم. در مورد مسیح نژادم، ایشون در ایران خبرنگار من، هم ایشون اجازه کار داشت هم من اونجا داشتم کار میکردم، ایشون خبرنگار من بود و هر آنچه هم که ایشون اشاره کرده در همون زمان بوده. یعنی ایشون توی رسانه که من کار میکردم، من دبیر سرویس بودم، ایشون خبرنگار بود و هر حال فضای کاری من براش ایجاد کردم. اون موقع ایشون مجلس میرفت، خبرنگار پارلمانی بود، پارلمان جمهوری اسلامی تاییدش کرده بود و بعد از اون هم دیگه من اصلا، ایشون اختیار خودشو داره، کاری اصلا من ندارم با خانم علی نژاد و ایشون هم همینطور. خانم علی نژاد یک کمپینره، داره کمپین خودش رو میکنه، داستان خودش رو داره. من هم نه هیچ وقت ادعایی کردم که تایید میکنم نه تکذیب میکنم. من نظر شخصی خودم رو دارم نسبت به ایشون که هرگز هم این رو جای عنوان نکردم. در مورد این ارتباط هم ببینید، متاسفانه جو عمومیه مردم ایران، چه اونها که در داخل هستن چه در خارج، جب به غالب اینه که عادت کردن به اینکه پازل درست بکنن و پیش داوری و قضاوت کنن. اول مرجان، و این یکی از اون مسیرهایی که اتفاقا سیستم‌های امنیتی هم میرن جلو، اول مرجان آلاغا رو میزنن، بعد از اون هر کسی که دور و برشه با این موضوع باید زده بشه. خب این که خیلی طبیعیه، یعنی یه چیزی که همین که مرسوم هر کی با هر کی عکس گرفته، شما هر جا برید چهار تا آدم بغل دست باشن عکس گرفتن، فردا که میاد بیرون میگن ای اینا با هم ارتباط داشتن. اول شما ثابت بکنید، که اول بذارید ثابت بشه که مرجان شیخ الاسلامی دزدی کرده، بعد بیان ببینید پولای دزدی رو تقسیم کرده یا نه، و اگر تقسیم کرده به کجا داده. ولی این عادته جمعی ما شده که آدم‌ها رو در کنار هم دیگه میگذاریم و با یک اتهام میزنیمشون، یکیشون رو متهم میکنیم، بقیه رو به اون وصل میکنیم و میزنیم، در صورتی که آدم‌ها مستقلن و وجودهای مستقلی دارن، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. و من نه، بازم تاکید میکنم که نه به هیچ رسانه‌ای کمکی کردم، نه از من کمکی خواسته شده بابت این موضوع، و من در صدد راه اندازی رسانه خودم هستم و جلو هم رفتم تا یک جایی و این کار رو هم انجام میدم. نیازی ندارم به این که بخوام با کسی پرداختی کنم. بله. چه رسانه‌ای هست میتونم بپرسم ازتون؟ من یه رسانه رو تقریبا از یک سال و نیم پیش، اصلا داستانی که من شروع کردم از سال 2013، میخواستم این مؤسسه فرهنگی شبیه همون چیزی رو که در ایران داشتم رو بزنم، چون به هر حال تمایل من به اون سمته، که خب آمریکا رو بیشتر مناسب دیدم بابت این موضوع، به خاطر همین اونجا سعی کردم که اینو راه بندازم، که بعد نشد. یعنی به هر حال گرفتاری شخصی خودم بود، بحثای مالی بود، نتونستم این کار بکنم. الان هم یک رسانه در واقع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، در واقع یک رسانه خبری رو دارم راه میندازم که هم در وهله اول اینترنتی هست و تصویر و وبسایت و تی وی و رادیو همه چی هست،
و بعد بستگی داره به اینکه بتونم این رو چجوری تقویتش بکنم و بالا ببرمش. هم در نظر دارم که باز هم خبرنگاری رو اونجا تقویت بکنم و کاری رو که تخصصم انجام بدم، همین که بتونم واقعیت رو مطرح بکنم. بله، از اونجایی که گفتم خدمتون مقداری پیام دریافت کردیم که میخوام اونها رو باهاتون در میون بذارم، لطفاً پاسخهایی که میفرمایید کوتاه باشه. یه توییتی دیدم از یک همکار سابقتون خانم زهرا کشوری که خیلی فعالن در توییتر، در اون مدعی شدن که شیخ الاسلامی بیمه رو از حقوق ما کسر میکرد اما پرداخت نمیکرد. حالا شما پاسخی دارین به خانم کشوری و دیگرانی که درستکاری شما را زیر سوال بردن؟ خانم آلاقا ببینید، بله پاسخ دارم. البته من دوست داشتم بیشتر راجع به پرونده پتروشیمی صحبت کنیم چون زوایای پرونده پتروشیمی خیلی زیاده، ولی قبل از ایشون خانم سبا آذرپیک ادعا کرده بودن که 3 میلیون تومان من بهشون بدهکارم از اون موقع که اسنادش رو منتشر شد و ایشون دیگه ادامه نداد. زمانی که خانم کشوری، من نمیدونم چرا این ادعا رو میکنه، چون اتفاقا زمانی که من دور اول آقای احمدی نژاد بود و به شدت با من در افتاده بودم و من مشکل مالی اصلا برخورد کرده بودم، به خاطر اینکه بیمه خبرنگارها قطع نشه، من خودم رو به بیمه بدهکار کرده بودم و جریمه میدادم. یعنی بعد از اینی که تونستم من پرداخت بکنم یک سری از بدهیامو، کلی جریمه بیمه دادم و بچه هایی که اونجا کار میکردن بیمهشون رو از دست ندادن. من نمیدونم چرا خانم کشور این حرف رو زده. خب، به نقل از همون یادداشتی که خدمتتون عرض کردم، در سایت تاریکخانه گفته شده که ازدواج های شما همواره در جهت رسیدن به منافعی خاص بوده و در تمامی مکانهایی که برای بستن قرارداد حاضر می شدید همسری رو هم به همراه داشتید که در هر مقطع بخشی از منافع شما رو تأمین می کرده. در این رابطه به همسران شما مجید باقرنژاد، غلام حسین خواجه علی و مهدی خلجی اشاره می شه و در این میان ازدواج شما با مهدی خلجی توجه زیادی رو به خودش جلب کرده، به خصوص شمایی که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران تلاش می‌کردید و آقای خلجی طلبه سابق و فعال راستگرای کنونی که طرفدار تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران بوده. در سایت انصاف نیوز خوندم که خلجی بعد از چند ماه مدعی شده بود که شما رو نمیشناخته و برای همین عذرخواهی کرده بود. خودتون در این باره چی فکر میکنید؟ نقش مهدی خلجی و همسران قبلیتون رو در فعالیت‌های حرفه‌ایتون چگونه میبینید خانم آلاقا؟ اول اینکه باز شما چون تاکید کردید به این موضوع که من تحریم‌ها رو دور زدم و ایشون اصلا هیچ ربطی نداشته، من عرض کردم خدمتتون که اصلا این اتهام من نبوده و من تحریم دور نزدم. یعنی من بحث قبلا هم توی بیانیه که نوشتم آوردم که من هیچ کاری خلاف قانون بین‌المللی انجام ندادم در طول مدتی که کار کردم تا الان. در نتیجه این اول. دومی که آقای خلجی چه نظری دارن در مورد حالا خودشون یا در نمیدونم هرچی که نقل کردن به خودشون مربوطه، بعد از خودشون سوال بشه، به من ربطی نداره. یکی از مورده دیگه که بسیار اشتباه هست و کذب محض این که من با فردی به اسم آقای خواجه علی ازدواج کردم که اصلا این دروغ محض، من هم هیچ وقت هرگز اصلا من ایشون ایران ظاهرا من 13 سالی که خارج از ایرانم و اصلا هیچ ارتباطی از هیچ نوعی در ارتباط من با ایشون اصلا نبودم و ظاهرا این رو آقای پرویز پرستویی در اکانت خودش، اکانت اینستاگرامش همون 2 سال پیش نوشته بود که بعدا هم حذفش کرد و من گفتم که ازشون شکایت میکنم، که از خبرنگارها هم نقل کرده بود که بعد تکذیبش کرد. اصلا این اصلا دروغ محض. در مورد آقای باقرنژاد، خب من 19 سالم بود که با ایشون آشنا شدم در دانشگاه علوم پزشکی و من نمیفهمم این چه اشکالی داره. یعنی ایشون خب هم همه آدم های روی کره زمین و
اینکه حالا ایشون چه نقشی در نمیدونم ایشون اولا که گفتن سردار سپاه این هم کذب محض بوده، ایشون هیچ وقت همکاری با سپاه نداشته و سردار سپاه کسی باشه خب میاد اعلام میکنه و بهش حتما افتخار میکنه چون کسی که سردار سپاه باشه همینطوره، ولی ایشون اصلا در این بحث خو نبود و این به نظرم خیلی بی اخلاقیه که وقتی یه نفر رو میخوان زیر سوال ببرن همه چی اون آدم رو زیر سوال ببرن. بارها راجع به این موضوع صحبت شده، ازدواج های همزمان رو متعدد. ببینید این خیلی بحث غیر اخلاقی که طرح میکنن و بازم میگم این سیستم امنیتی کشور متاسفانه که از خانه عمومی رو هم مبتلا کرده. اولا که کسی میتونه همچین حرفی رو بزنه که من میگم حتما خودش ذهن بیماری داشته. من وقتی که با کسی ازدواج کردم خودم حق ازدواج اون بودم، مثلا یعنی چی ازدواج های همزمان، این اصلا یعنی چی، چه ربطی داره؟ خب این یه مسئله کاملا خصوصیه، هر کسی در زندگیش تصمیم میگیره با یه کسی ازدواج کنه یا وارد یه ارتباط بشه بعد یا نتونه و ترکش بکنه. باز من نمیدونم این چه ربطی داره به پرونده پتروشیمی. در مورد آقای خلجی هم بسیار بسیار مدت آشنایی من با ایشون کوتاه بود، خیلی کوتاه، و ایشون رو هم من از وقتی که رفتم امریکا و میخواستم که گفتم خدمتون یک مؤسسه فرهنگی رو راه اندازی کنم، ایشون هم پیشنهاد کرد که میتونم کمک بکنم. میتونه من قبلشم اصلا ایشون رو نمیشناختم به هیچ عنوان، حتی کسانی که اسم ایشون رو میدونستم من اسمشون هم نمیدونستم، اصلا ندیده بودم، چون من در ایران که بودم اصلا برنامه های مثلا وی او اینها رو خیلی نگاه نمیکردم و نمیشناختمش. و خب به هر دلیلی من با ایشون ارتباطم رو ادامه ندادم و این مربوط به خیلی قبل از پرونده دو سالانه پیش پتروشیمی بود و فکر نمی کنم بعد روش توضیحی بدم که چرا من با ایشون آشنا شدم و چرا با ایشون ادامه ندادم یا ترک کردم یا هر چیزی. نه ولی خانم آل آقا میتونید بفرمایید که آیا ازدواجتون با ایشون به نوعی به خاطر مصالح کاریتون ممکنه بوده باشه از لحاظ پرونده پتروشیمی؟ اصلا اولا که چه ربطی داره؟ شما وقتی با یک کسی آشنا میشید خیلی اتفاقی، چه ربطی پرونده پتروشیمی داره؟ من دارم میگم سالها قبل از پرونده پتروشیمی من با ایشون آشنا شدم و بعدم تو برای یه مدت خیلی کوتاهی اصلا ادامه ندادم من با ایشون آشنایی مون. چرا رفتی پرونده پتروشیمی داره؟ بعدم وقتی که یک فشار دارید که منظورم میذاره در واقع این اجمن و من نمیدونم ایشون اون سال یادمش چی توییت زد، همین رو در واقع نوشته بود، با من در ارتباط نبود و نه مشورتی با من کرد نه صحبتی با من کرده بود، ایشون خودش اومده بود یه چیزی رو نوشته بود ظاهرا که ما مدت خیلی کوتاهی رو در ارتباط بودیم با هم دیگه و من ازشون خبر ندارم، هیچ وقتم با هم زندگی نکردیم. خب اینا درسته، من نه با ایشون زندگی کردم نه با ایشون در ارتباط جدی بودم، نه اینکه اصلا ربطی به پرونده پتروشیمی داشته، و نه ربطی داره. ایشون به عنوان یه آدمی که حالا توی رسانه ها هست و نظراتش رو بیان میکنه به خودش مربوطه و به من هیچ ربطی نداره، نه اون موقع داشت نه الان داره و به نظر من اصلا ربطی به پرونده پتروشیمی هم نداره. ضمن اینکه گفتم خدمتتون اول باید یک اتهامی وجود داشته باشه و بعد ما بقیه رو به خاطر اون اتهام می‌بریم زیر سوال. اول از همه موضوع خود پرونده پتروشیمیه که اصلا جایگاهش چیه، کجا بوده، کجا هست، اصلا داستانش از کجا آغاز شده و چه اتفاقاتی درش افتاده. به نظر من اگه شما دوست داشته باشید البته من ادامه میدم راجع به کاریوس حتما، من چون مقداری سوال هستش در اون مورد من دیگه خواستم این سوالا تکراری نباشه از طرف مردم مطرح کنم. فقط یک نکته دیگه در مورد آقای خلجی، میدونین عکس‌هایی از ایشون منتشر شده که نشون میده در همون خونه که بهش اشاره فرمودی، در اون خونه از آقای خلجی عکس گرفته شده، ولی شما میفرمایید که اصلا ما با هم زندگی نمی‌کردیم، درسته؟ فرادی ما هرگز با هم زندگی نکردیم و زیر یک سقف با هم دیگه نبودیم، ایشون هم تاکید کردن و به نظر من دیگه بیشتر از این هم من نیازی نمیبینم که بخوام بهش بگم. بله خب اگر اجازه بدید به پرسش ها یا کامنت هایی که از کاربران در توییتر دریافت کردیم، فکر می کنم یک کپی از اونها هم شما دریافت کردید، به چند تا از اونها میپردازم و امیدوارم که پاسخهای کوتاه مفید و مختصر بفرمایید. کاربری به نام حنا نوشته
آقای فرهودی، این خانم محکم ایستاده میگه اگر میگین من پولشویی کردم و دزدی کردم، سندتون کو؟ آخه توی جمهوری اسلامی سند مکتوب از کجا بیاریم ما ملت؟ میکشن، میدزدن، میبرن به اون سمت که میرسن، قانون مدار میشن، با کلمات قانونی بازی میکنن. فقط تریبون دادید به این خانم در صورت مصاحبه. بفرمایید. اون جواب ایشون اصلا در واقع حرف منو زده، جواب خود منو داده. یعنی وقتی که در یک چطوره که اگر مستندی وجود نداره همینجور بیان منو متهم بکنن، شما هم بپذیرین و بعد من حق نداشته باشم؟ خب شما وقتی میاد به من یک اتهامی رو میزنید، بر اساس یه سندی بعد اتهام بزنید دیگه، من بر اساس اون از خودم دفاع کنم. ببینید، وقتی که در جمهوری اسلامی در قوه قضاییه سندی وجود نداره به قول ایشون، مستندی وجود نداره به قول ایشون، خب این همون دادگاهه، همین دادگاه به من اتهام زده بر اساس سندی که وجود نداره. بعد اون وقت میان از من میپرسن، خب من اصلا چرا باید از من از کجا بدونم؟ ببینید دقیقا ایشون حرف خود منو تکرار کرده. موضوع من هم همینه که این دادگاه به جهت قانونی نداره، نه برای من، نه برای هیچ کس دیگه. بله. کسانی که متهم اصلی هست در از این پرونده اصلا اسمشون نیومده. جواد ماله نوشته، یا جواد ماله نوشته، واقعا شبکه های ماهواره‌ای گندش رو در آوردین، به یه دزد دروغگو و شارلاتان تریبون میدین. البته همین رو دوستی گفت و من در پاسخ گفتم تریبون ندادن، تریبون خریده. واقعا چه اتفاقی افتاد که یهو مرجان آلاقا مهم شد؟ چه حرف مهمی داره برای گفتن؟ واقعا متاسفم برای همتون. پاسخی دارین برای این بیننده؟ ولی این که بیشتر به شما گفته، ولی مرجان آلاقا رو مهم کردن والا. من خیلی خودم خیلی آدم مهمی نمیدونم، مرجان آلاقا رو تیتر کردن و اون چیزی که مهمه در مورد مرجان آلاقا اطلاعاتی که به خاطر تهدید به مرگ میشه و من فکر میکنم که اون چیزی که در مورد من مهمه این که با کی ازدواج کردم و از کی جدا شدم و هم چقدر بوده نیست. موضوع اون واقعیت پرونده های اقتصادیه که بسیار موضوع مهمیه و خیلی هم برام این فحشا و ناسزاها، نه اینکه برام اهمیتی نداشته باشه، ولی به هر حال بهترین حالتش اینه که میذارم به علت ناگاهی آدم. بله. خانم آلاقا فرمودید که تهدید به مرگ شدید، آیا اونجا در آمریکا در شهر بوستون ازتون محافظت به عمل میاد؟ ببینید، از من پلیس محافظت میکنه و در جریان تمام، در همین حد میگم، بیشتر لطفا از من نخواهید، در جریان تمام تماس های من، در جریان تمام رفت آمد های من، همه در واقع اون چی که به من مربوط میشه هست و بعد تهدید به مرگ شدم بارها، چه از طریق نامه، چه از طریق اینکه دوستان من در ایران، دوستانی که باشون در ارتباط بودم میگرفتن و من پیغام میدادن. و یه چیز خیلی مهم اینه که اگر واقعا پرونده اقتصادیه و اختلاسه، چرا باید تبدیل به یک پرونده امنیتی بشه؟ پرونده های اقتصادی در اصل پرونده های امنیتی هستن و اون چیزی که اتفاقا من انتظار داشتم شما بپرسید و حالا شاید تو جلسات بعد، اینکه چطوره که این پرونده ها امنیتی هستن؟ چرا این پرونده ها امنیتی هستن؟ چرا ما بهشون میگیم امنیتی؟ اصلا چرا بازجوهای وزارت، بازجوهای امنیت اطلاعات سپاه هستند که در این پرونده ها بازجویی میکنن؟ چرا زندانی های این پرونده ها به زندان های موقت سپاه میرن و داستان چیه؟ پرونده من تقریبا تحقیقا یک پرونده امنیتی عملا محسوب میشه، یعنی جوری آدم ما رو به خاطرش در ایران گرفتن و جوری رفتار کردن که انگار که من یک جرم امنیتی مرتکب شدم. و سوال خود من هم همینه، اگر این پرونده اقتصادیه پس چرا برخورد امنیتی باش میشه؟ بله. پویا بهرامی میگوید ارتباط ایشان با بیژن کیان و همچنین ارتباط ایشان با رسانه‌های فارسی بریتانیایی مورد پرسش است. من ارتباطی ندارم با رسانه‌های بریتانیایی، منظورشون از ارتباط نمیفهمم.
ببخشید مثل اینکه الان بگن ارتباط من با آقای بیژن فرهودی چیه، خب شما دارین با من مصاحبه میکنید، من دارم بهتون جواب میدم در مورد خب خیلی از آدمای رسانه‌ای رو من میشناسم، ولی ارتباط منظور ایشون یک ارتباط منفیه که من یک مجرمم، یک دزدم و ارتباط مالی دارم با این آدم ها یا با این سیستم، خب نه طبیعتا ندارم. من بهتره که از خود این آدم ها بپرسن از من. با آقای بیژن کیان هیچ نوع ارتباطی یعنی تماسی چیزی نداری؟ نه تماس که هر کسی، من توی توییتر بودم، ایشون هم توی توییتر بوده، هر تماسی رو میشه برقرار کرد. ایشون آدمی که در روز احتمالاً با هزار نفر در تماسه، ولی اینکه از ایشون دعوت شده چندین بار در اسپیس هایی که من شرکت کردم، ولی اینکه ارتباط من منظورش رو نمیفهمم. یعنی چی این ارتباط؟ شما با هر کسی که صحبت میکنید یعنی اینکه با ایشون ارتباط مالی دارید؟ خب نه، معلومه که ندارم. چه ربطی داره اصلا؟ بله، همایون نادری فر می نویسد دقیقا از ایشان بپرسید که نام اشخاصی را که با آنها کمک مالی کردند و رقم آن را اعلام کنند. من به کسی کمک مالی نکردم، رقمش هم صفر. دانیال می گوید ازش بپرس چطوری زیر پروبال مسیح علی نژاد رو گرفت، چه ارتباطی با مازیار بهاری، مهدی خلجی، مؤسسه توانا و نهایتا نایاک داره. با نایاک و توانا که من هیچ ارتباطی نداشتم هرگز. مازیار بهاری رو هم نمی‌شناسم. گفتند که ازشون بپرسید چطوری زیر پروبال مسیح علی نژاد رو گرفت، مثل که شما در جای اینو نوشته بودید یا گفته بودید دقیقا این جمله رو. من نوشته بودم، خانم علی نژاد در کتابش نوشته بود. بهتون گفتم در موقعی که من ایران بودم ایشون خبرنگار من بود، من کمک کردم به ایشون که اصلا خبرنگار شد، روزنامه نگار شد، ساپورتش کردم در اون روزنامه، بهش موقعیت کاری دادم و کمکش کردم به لحاظ حرفه‌ای تبدیل به یک روزنامه نگار بشه. همین، یعنی کار دیگه ای نکردم. بله، آمیتیس میپرسد آقای فرهودی درک نمیکنم چرا با اینکه میدونین این خانم واقعیت ها رو نمیگه بهش تریبون دادین، اما لطفاً بپرسید چرا با یک اکانت فیک و هویت جعلی بین براندازان نفوذ کرد در توییتر و چرا حتی بعد از اینکه هویتش فاش شد انکار کرد. خانم آلاغافی میکنم از ظاهراً از نام هانا آرنت استفاده میکردید، درسته؟ اکانت توییتری هست و بعد از اون همه اکانت های توییتری در توییتر با نام غیر از نام خودشون دارن فعالیت میکنن، 90% اکانت های توییتری، و به نظرم این رفتی پرونده پتروشیمی نداره. داشت در توییتره و بعد تو توییتر راجبش بحث بشه، نه در یک مصاحبه تلویزیونی. و سوال بخش اولی رو که پرسیدن از خود شما پرسیدن در مورد اینکه چرا، با وجودی که اگر شما میدونید که نمیدونم، به هر حال پرسیدن دیگه، شما باید جواب بدین. فکر میکنم جوابشون باید بدین. بله، حالا من جواب خواهم داد. خانومی به نام گیتی نوشته ساپورت مالیت کرده، یعنی منو شما ساپورت کردید، یعنی منظورشون اینه که شما از من حمایت مالی کردیم برای انجام مصاحبه. به این میگن خانم آلاقا آش نخورده و دهان این رویه سیستم های امنیتیه و من باور دارم که یا کسانی که بدون این هیچ سندی بدون همینجور حرف میزنن یا توی اون شبکه هستن خواسته یا نخواسته، وگرنه خب قرار نیست هر کسی با هر کسی مصاحبه کرد یا کسی در واسه سلام علیک کرد بخواد پولی رد و بدل بشه این وسط. اما خب به هر حال جمهوری اسلامی این کارو میکنه و سیستم های امنیتی این کارو میکنن، کما اینکه کمپینی که برای من کردن یه عبارت هست که میگن نزدیک 3 میلیون دلار هزینه شده، پس از من ارزشش رو داشته که هزینه شده بابتش دیگه. بله، بهزاد کوچگرد میگوید بهتون قول میدم آخر برنامه یه چیزی هم طلبکار میشه، فقط ازش بپرسین این همه پول و ثروت رو چجوری به دست آورده که یک قلمخونه 2 میلیونی در واشنگتن دی سی خریده. ببینید من اولا که ایشون از کجا میدونن که من اینقدر ثروت دارم و در واقع نمیفهمم اینو. در مورد ملک هم توضیح دادم. و اینکه طلبکار بشم، نه از مردم، بله من طلبکارم،
طلبکاری فقط طلبکاری مالی نیست. دو سال و نیم، ببخشید، دزدی فقط دزدی پول نیست. آبروی منو، آرامش منو، کار منو، همه چی رو نابود کردن. سند نباید طلبکار باشم. آقای فرودی، من با مردم هموطنای من هستم، ولی این که میفهمم میخونم چطوره که اگر وابسته به سیستم هایی باشن که اون تکلیفشون روشنه، اگر کسی سوالی نداشته باشه در این موضوع در مورد پرونده پتروشیمی و مدام متهم بکنه، معلومه که خب به هر حال آدم انتظار دیگه ای داره. طلبکارم به خاطر اینه که زندگی من دو سال و نیم سه سال از عمر من به باد رفته، آرامش تمام کسانی که من در ارتباط بودن زیر سوال رفته، زندگی من نابود شده، باید بدهکار باشم به نظر شما؟ این چه که معلومه که طلبکارم. طلبکاری یعنی چی؟ من از مردم طلبکار نیستم. ضمن این که وقتی که یک کسی رو مثل گوشت قربونی میندازن وسط، به هر حال آدم باید فکر بکنه ببینه این مسمومه، بکنه ببینه این از کجا اومده. اینکه هر کسی رد بشه و یک چیزی رو بگه، من اینجا اتفاقا میخوام راجع به خانوم ها و آقایونی که طرفدار حقوق زنان هستن حرف بزنم. من یک زنم، سه سال تمام انواع فحاشی ها رو به من کردن، انواع فحش های ناموسی رو به من دادن. اگر متهم بودم چطور هیچکس حرفی نزد؟ اگر متهم بودم که از حقوق یک متهم باید برخوردار میبودم، نبودم. من باید از چند نفر باید شکایت کنم؟ دروغ گفتن به خاطر من، راجب گذشته من، راجب خود من و انواع فحاشی رو من کردن. من نباید طلبکار باشم؟ دوستی به نام اترو دیتکتیو میگوید ایشون فقط دوز نیستند، ایشون یک مأمور اطلاعاتیه. پاسخی دارید؟ من باید چه جواب بدم بهشون آقای فرهادی؟ من چه مأمور دوست داری؟ در آمریکای شمالی دارم پروتکت میشم و اصلا کدوم بخش از سابقه من به اطلاعات خورده؟ من چه فعالیتی انجام دادم؟ من خود من زیر ضربه سیستم امنیتی ایران هم، بعد من چجوری مأمور وزارت اطلاعاتم و برای چه کاری اصلا؟ بعضی ها معتقدن این افرادی که دور و برتون هستن ایران ستیز هستند. پاسختون چی بونه؟ دور و بر من نیستن اولا، بعد من ایران ستیزی از کسی ندیدم، من نمیدونم، متوجه نیستم چی میگم. کاربری به نام The Dark Side of Sun میگوید لطفاً با آقای خاوری هم تریبون بدهید، گناه دارن به خدا. ای زن محمد سرفراز، سعید توسی، سردار سلامی، حسن ابراهیم رئیسی، اینها خیلی مظلوم هستن، تریبون ندارن گنگکاری هاشون رو توجیه کنند. دوستان، من شخصاً معتقدم که اگر خود شیطان هم وقت بده باید باش مصاحبه کرد و از عمل کردش تا جایی که میشه آگاه شد. مگر خبرنگاران داخلی و خارجی نبودند که برای گفتگو با فریبکار بزرگی به نام روح الله خمینی در پاریس سر و دست می‌شکستند؟ یا بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر همه دنبال مصاحبه با اسامه بن لادن نبودند؟ البته خانم آل آقا، این حمله بر بی‌احترامی نشه به شما و اصلا قصد مقایستتون رو با این افراد نداشتم. ناهید 81 میگوید کجا تشریف دارند؟ با چه کسانی همدست بودند؟ آن همه پول و ثروت را چگونه خارج کردند؟ و در آخر چگونه فرار کردند که تا به حال گیر نیفتادند؟ البته بیشتر قابل قبول است که ایشان هم مانند آقای خاوران، بکنم منظورشون خاوریه، در کنار ایادی جمهوری اسلامی باشند که می توانند در خارج از ایران به راحتی عمر بگذرانند. من مالا پاسخی داری؟ پاسخ اینشونه که قبلا دادم، ولی ببینید کسانی که تصمیمشون رو در ذهن خودشون گرفتن و اینجور قضاوت میکنن، دیگه من خیلی هم در صدد این نیستم که بخوام تصمیماتشون رو عوض کنم. اون چی که من به خاطرش حضور دارم در اینجا، حتی صرف دفاع از خودم نیست، من قصدم این هست که یک سری چیزایی رو روشن بکنم
و رویه این پرونده ها رو توضیح بدم به اینن که ذهنیات خودشون رو ثابت بکنن در اینکه من کجا زندگی میکنم به خودم مربوطه و اینکه به هر حال مثل هر آدم زندهی تصمیم گرفتم که کجا زندگی بکنم به کسی ربطی نداره. من از ایران به خاطر پرونده پتروشیمی یا پرونده اقتصادی فرار نکردم و این صرفت لقب متهم متواری که من با آقای خوابری شبیه هستم هم چون خودش توضیح بده. تنها چیزی که میدونم اینه که ایشون سالها در خدمت دولت بوده و با سیستم قضایی نزدیک، ولی من هرگز نه در سیستم دولتی کار کردم نه در دولتی ها و سیستم قضایی هیچ قرابتی داشتم. اینکه دیگه بقیهش هم که دیگه مفصل صحبت کردم. بله، ساترن 88 میگوید بپرسین این همه پول رو چجوری جابجا کردن، با کدوم باند در ارتباطن، ارتباطشون با آقای حمزلو در اختلاس چی بوده، هرچند من به این مصاحبه اعتماد ندارم. والا به هر حال گفتم خدمتتون که این پول وجود نداره، اما اگر وجود می داشت هم من بهش دسترسی نداشتم و اگر دسترسی می داشتم هم مثل دوستانی که قبلا این کارو کردن لغت راههایی داشتم بابت این جابجایی، ولی اصل ماجرا اصلا درست نیست، یعنی پولی وجود نداره که من بخوام جابجاش کنم. بله، توییتی میگوید از زمینه خانوادگیشون بپرسید، رابطه خانوادهشون با نظام جمهوری اسلامی. من هیچ کدوم از اعضای خانواده، اعضای درجه خانواده من با جمهوری اسلامی چه ارتباطی هرگز نداشتم، هرگز. نه با جمهوری اسلامی. ریشه های مذهبی داشتن خانوادهتون، درسته خانم؟ مذهبی رفتی به جمهوری اسلامی نداره آقای فرهودی. میدونم ولی میخواستم در من آدم های بسیار بسیار نرمال و دو تا کارمند هستن بودن و هیچ رفتی هم به جمهوری اسلامی هرگز نداشت. بله، کاربری به نام ریوارز میگوید ازش بپرس چگونه با بهزاد مهرانی آشنا شده و با چه پشتوانه خانه‌اش را یک مدت در اختیار این شخص گذاشت. از رابطهش با مسیح علی نژاد بپرس. آها، ببخش، نمیدونستم پول داده که اینا رو نپرسی. چه بگویم؟ از نشه کمی باید حفظ بشه. اینکه من با آقای مهرانی هیچ ارتباطی نداشتم و خونه من در اختیارشون نذاشتم و خونه نداشتم و بخوام در اختیارشون بذارم، این به نظر من خیلی، من وارد این مسائل اصلا نمیخوام بشم، ربطی به پرونده پتروشیمی نداره اینا. بله، رامین وکیلی پور میگوید آقای فرهودی بپرسید چرا هیچ رزومه‌ای در اینترنت ندارند، چطور به کانادا مهاجرت کردند، چه کاری در کانادا میکردند که هیچ ردپایی از آن نیست، با چه رانت آن خبرگزاری را در جوانی برپا کردند. من از رانتی استفاده نکردم، به کانادا مهاجرت کردم و هر کاری هم که کردم مثل هر آدم دیگه کار کردم، ولی اگرشون ردش رو پیدا نکردم تحصیل کردم، ادامه تحصیل دادم در هر دو حوزه، هم علوم پزشکی هم تا حدود مدیا، و اینکه ایشون رد من رو پیدا نکردم من نمیدونم چرا رد پیدا نکردم، من مسئولیشون نکردم. امید میگوید چرا بعد از اینکه هویت واقعیش پشت چندین اکانت فیک در توییتر مشخص شد حاضر به تایید حقیقت نشد و هنوز به شیادی پشت اکانت دکتر جراح ادامه میدهد. من چندین اکانت فیک نداشتم و ایشون کاملا این غیر واقعیه، قبلا هم در مورد توییتر بهتون گفتم که بحث اکانتی که مطرح هست رو بعد در توییتر و در مورد اون اکانت پرسید نه در برنامه تلویزیون. بله، جعفر خان میگوید خانم شیخ الاسلامی با اینکه خانواده ثروتمندی داشتی و شغل خوب، کار خوب، بیمه و همه امکانات رفاهی داشتی، چرا با این دوست‌ها همکاری کردی؟ باور کن ما ملت ایران با سیلی صورت خودمون رو سرخ میکنیم. امثال شما چرا لطفا؟ ولی اینکه من خانواده بسیار معمولی داشتم به لحاظ مالی و خیلی متمول نداشتم و کار خیلی عادی هم داشتم، با کیش دوزی هم در ارتباط نبودم، همکاری با دوزی نکردم. لوئیس دگا میگوید چطور میتونه پول مردمی که در فقر و بدبختی زندگی میکنن به راحتی بخوره و به ریشمون بخنده؟ چه لطفا بردی رو میفهمه چیزی که جواب نداره رو من جواب بدم. کاربری به نام نامداران میگوید
لطفاً بپرسید دلیل حمایت مسیح علی نژاد از شما و اینکه با وجود درخواست‌ها به موضوع پرونده‌تان نپرداخت و با نفوذ خود اجازه باز شدن این موضوع در رسانه‌ها را نداد چیست؟ آیا این موضوع به آموزش وی در کلاس‌های آموزش خبرنگاری شما و دوستی خانوادگی‌تان مربوط است؟ اولا که این سوال رو از خانم علی نژاد بپرسن، نه از من. دوم اینکه اصلا دوستی خانوادگی ما نداشتیم و اون موقع هم یه موضعی گرفتن، گفتن منتظرم، من چیزی گفتن، من خیلی نمیدونم، به من مربوط نمیشه، از خودشون بپرسید. بله. یاسمین نوشته از ایشون بپرسید که خودشون سالها برای رژیم فعالیت میکردن ولی وقتی رفتن آمریکا حجاب را برداشتن. الان هم متهم هستن که میلیاردی پول دزدیدن. پس ایشون هم تو ایران نقش بازی کردند و هم الان در آمریکا. چطور میشه مسلمان دو آتیشه بود و یهو رنگ عوض کرد؟ پس برنامه داشتن. اولا که ایشون از کجا فهمیدن من مسلمان دو آتیشه بودم و نیستم؟ یا اصلا این چه ربطی داره؟ توی ایران همه حجاب دارن، مگه من فقط حجاب داشتم؟ تو ایران من کسی بی حجاب اون زمانی که ما بودیم، حالا الان این مقدار باستر هم شده، کسی بی حجاب بوده؟ بعد من با رژیم چه فعالیتی داشتم اصلا؟ من یه خواهشی ازتون دارم آقای فرهودی، فکر میکنم اگر ما راجع به مسائل مهمتری صحبت بکنیم بهتره، چون بعضی از سوالا هم تکراریه، همین که اصلا پرسیدنش من الان چه جوابی باید بهشون بدم؟ نظرشون رو گفته ایشون. بله. خب خانم آلا، ده ها توییت دیگر هم در رابطه با این مصاحبه دریافت کردیم، خودتون هم دیدین کپیاشو. متاسفانه من هیچ توییتی ندیدم که مثلا فرض کنید لحن مثبتی نسبت به شما داشته باشه. و یکی که نوشته بود که بگید که زیر این حجم قضاوت و تهمت و توهین در این دو سال و نیمه چطور تونسته دوام بیاره و چطور تونسته خودش رو حفظ بکنه، که من جواب دادم بهتون که من نوش نابود کردم و این چیزی هست که اتفاق افتاده و متاسفانه افکار عمومی هم به خاطر فریبی که دادن رسانه ها و قوه قضاییه به این مسئله کمک کردن، یعنی در یک جهت و یک راستا بودن. و من متاسفم از اینه که پرونده‌ای به این بزرگی رو با 15-14 تا متهم هیچ کس نپرسید که داستانش چیه. کسانی که خودشون رو ضد و مبارز بر علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی میدونن هیچ کدوم نپرسیدن واقعیت این پرونده چیه و هیچ کس نپرسید که اون 14 تا متهم دیگه کجای این داستان بودن و هیچ کس نپرسید که چرا از بین 14 تا متهم فقط اسم یک نفر اومد بیرون و هیچ کس نپرسید واقعیت این چیه و هیچ کس نپرسید این 6 میلیارد یورو چرا گرفته. هیچی، صرفا یک و من متاسفم نه در مورد این موضوع، در مورد همه موضوعاتی که مبتلا به در ایران همین برخورد میشه، یعنی طبیعتا همین برخورد اتفاق میفته. این صحبتی که رئیس دادگاه کرده که متهمین حاضر شدن 1,100,000,000 سودی رو که داشته به دست آورده بودن در این معاملات به بیت المال برگردونن، این رو تا شما تا چه حد واقع بینانه میدونید؟ من اینو که اصلا نمیدونم، فقط میدونم این فرصت، گفتم عرض کردم خدمتون که البته این رو به طور مفصل‌تر من خواهم گفت. در این دادگاه اصلا شکل گرفتنش به دلیل دعوای دو سیستم امنیتی بوده، نه به دلیل اختلاس و نه حتی به دلیل اخلال. و اصل ماجرا پورساندهای سازمانیافته‌ای بوده که از سال 70 بر اثر فروش غیر قانونی محصولات پتروشیمی اتفاق افتاده و آقای احمدیان که به سلطان پتروشیمی معروف شده بود یکی از مهمترین اعضای این اختلال بود و اختلاس بود که با سیستم‌های امنیتی در ارتباط بوده و هست. و توی این مدت 10 سال به هر حال من شنیدم که ایشون یک پرداختایی هم به قوه قضاییه داشته و نمیدونم چقدر مستنده ولی اینو شنیدم. اما اون چیزی که
وجود داره این پرونده ها به طور کلی حول چند محور شکل میگیرن. عمده موضوع موضوع امنیتی باندهای اقتصادی و فساد در ایرانه که اینها با هم دعواشون میشه و حالا یک جایی با هم استکاک منافع پیدا میکنن. این وسط یک سری آدم های امنیتی وجود دارن که هرگز اسمشون نمیاد که در جلسه آینده من راجع به این موضوع صحبت مفصل خواهم کرد با سند وجود ندارن. یعنی که مثلا ایشون پرونده در پرونده آقای طبری متهمه، بعد یکی از مهمترین متهم هاست ولی مثلا به 20 ماه حبس محکوم میشه و اون 20 ماه حبس هم شکسته میشه و بعد ایشون هرگز ممنون خروج نیست، هر موقع بخواد از ایران خارج میشه، میره و میاد. خب این ماجرا ماجرای درگیری اقتصادی سیستم های امنیتی با آدم خودشونه و اون آدم ها هرگز اسمشون در پرونده ها به طور جدی مطرح نمیشه. در پرونده پتروشیمی هم این بوده و مطرح نشده. یه عده آدم های امنیتی دیگه هستن که توی این دعواهای سیستم های امنیتی قربانی میشن، مثل آقای احمدیان و یه تعداد از مدیران ارشد این سیستم ها هستن که خب طبیعتاً به خاطر اون حفاظ امنیتی که دارن هرگز اسمشون نمیاد، اگرچه در 900 صفحه حکم ما قاضی به این اشاره کرده و اسم آورده که اینها هستن ولی باز پاسخگو نیستن. و یه تعداد آدم های دیگه هم هستن که واقعا یک خلاف هایی هم کردن، مثل متهم ردیف فکر میکنم اول یا دوم مثلا همین آقای صمیمی و دوستانشون که واقعا ارزهایی رو گرفتن و در بانک ایران زمین چرخوندن و باعث اخلال شدن که زندان گرفتن. و یه تعدادی هم هستن مثل من که باید پوشش بشن برای کارهای دیگه و آدمهای دیگه، برای همونهایی که مصون هستن، برای همونهایی که اسمشون مطرح نشده. یک نفر که ویژگی داره، خب خانوم اسم آقای خلجی کنارش مطرح شده، اسم آقای خانوم علی نژاد مطرح شده، خارج از ایران، همه این داستانها رو داره بابت اینکه یک جوری تیتر بشه که همه اینو بپذیرن. این اتفاقا افتاده، خیلی موفق عمل میکنه جمهوری اسلامی به این موضوع. و یه تعداد آدم‌های دیگه‌ای که اونها هم اگرچه توی این پرونده هستن، چند نفری که اگرچه کارمند پتروشیمی بودن ولی اصلا گناهی نداشتن، یعنی اصلا اتهامی که بهشون وارد نیست و اونها هم حالا مثلا 5 سال و 4 سال و 3 سال حکم می‌گیرن. و تعدادی هم که توسط آدم‌هایی که پشت پرده هستن و اسمشون نمیاد فراری داده میشن، که در پرونده ما هم 3 مورد در خصوص هست، 3 تا مورد هست که فرارشون دادن، جلسه دوم دادگاه رفتن هستن. بعد چطوری یک پرونده با 4 تا متهمی که بعد از تشکیل دادگاه فرار کردن، یعنی تشکیل توی جلسه دادگاه دوتاشون بودن، جلسه دوم و سوم فرار کردن، یکیشون هم که بعد از اینکه دادگاه تموم شد قبل از جلسه آخر فرار کرد اومد بیرون. خب این عادیه به نظر شما؟ خود شما چی؟ آیا فرار نکردم؟ من که قبل از سال 90 من اومدم از شیمی، اصلا داستان پتروشیمی وجود نداشت وقتی که من از ایران اومدم بیرون. خب خانم عالی آقا، به این پرونده چگونه در مورد خود شما چگونه باید رسیدگی بشه؟ شما الان در آمریکا در بوستون هستین، تحت محافظت پلیس آمریکا هستین، چگونه باید به این اتهاماتی که به شما وارد شده رسیدگی بشه؟ آیا ممکن مثلا هست یک دادگاهی در آمریکا یا کانادا تشکیل بشه، شما حاضر باشید به حکم که اونا صادر کنن؟ که در این دادگاه متهم شدن و خارج از ایران زندگی میکنن یا بودن یا بعدا رفتن، یعنی تصمیم در مورد من گرفته نمیشه، فقط من یه آدمم مثل بقیه و به هر حال دفاعیه های خودم رو دارم. اون چیزی که الان در حال حاضر در به هر حال این حکم رو ایران داده، اون چیزی که الان در حال حاضر در ایران جاری و ساری هست، دادگاهایی هستن که در عرف بین الملل حتی در قوانین داخلی قضایی ایران قانونی نیستن. و چیزی که قانونی نیست، چه اون که متهم میشه چه اون که تبرئه میشه در چنین دادگاهی، قانونی نیست و چه قانونی نداره. و عجیبه برای من که ما چطور میتونیم چه اونها که تبرئه شدن چه اونها که متهم شدن رو متهم یا غیر متهم بدونیم در این پرونده، وقتی که اصل ماجرا، ریشه ماجرا غلطه،
اشتباهه. ما خودمون همیشه منتقد بودیم به دادگاه‌هایی که صحرایی برگزار میشه، دادگاه‌هایی که وجاهت قانونی نداره، دادگاه‌هایی که اسناد لازم نداره. اینم هم دقیقا همونه، فرق نمی‌کنه. پس به این ترتیب به این پرونده شما یا همون افراد دیگه که بهشون اشاره کردید چگونه باید رسیدگی بشه؟ پس تا این رژیم هست شما صلاحیت این دادگاه رو قبول ندارید، پس باید صبر کرد تا رژیم سرنگون بشه، درسته؟ هر حال الان فعلا اینجوریه دیگه. من آیا شما احکامی رو که در دادگاه و قوه قضاییه ایران صادر میشه رو قبول دارید واقعا؟ یعنی آیا کسی که قوه قضاییه ایران رو بشناسه احکامی که در اون قوه تایید میشه رو قبول میکنه، چه سیاسی چه غیر سیاسی؟ شاهد خیلی چیزا ما تو قوه قضاییه هستیم و اون چیزی که مهمه اینه که از قدرت قوه قضاییه، از اسم قوه قضاییه استفاده شد. باندی که وجود داشتن یا باندهایی که وجود داشتن، اولا که انتخابات 1400 پیش رو بود و باید یه سری زمینه ها برای اون ساخته می شد. عرض کردم خدمتون چطور شد؟ سالی که اومد رو و بعد دیگه تموم شد. بله، متاسفانه دیگه وقتی نداریم برای این ادامه این گفتگو، میذاریم بقیه صحبت هامون رو برای مجال دیگر. ممنونم از شما مرجان شیخ الاسلامی آل آقا برای حضور در این برنامه گفت و شنود ویژه از لندن. ممنونم از حضورتون. دوستان گرامی، ممنونم از همراهی و توجهتون به این گفتگوی خبری. از شما دعوت میکنم روز جمعه دوم مهر ماه تماشاگر برنامه پرسش و پاسخ از لندن با همراهی مهدی مهدوی آزاد باشید. تا برنامه آینده ساعت خوشی براتون آرزومندم. ایام بکن.